عرض بکنم که در رابطه با روند انتقال قدرت گفتم چرا وضعیت ما به اینجا رسید. یه مرور کوتاه بکنیم تا برسیم به اصل مطلب که میخوام، بسیار بسیار مهم هست. به خاطر داشتن سرمایه ایران از لحاظ اقتصادی، پیشرفت اقتصادی بسیار بسیار زیاد ایرانی که در از بخصوص سال 1970 تا سال 1976-77 واقعا شتاب شدیدی گرفت، مثل آخرین دونده 2400 متر که پرسرعت ترین دونده جهان و تیمشون رو در آخرین قسمت قرار میدن. اما به هر روی پیشرفت مسائل اقتصادی چشمگیر بود و جهان از بابت این نگران بود که ایران در سال 1979 قراردادهای نفتیش که تموم میشه میخواد با چه کشورهایی قراردادهای نفتی امضا بکنه. روند انتقال قدرت هم راجبش صحبت کردیم که سعی کردند رژیمی رو به روی کار بیارن با مطالعه که روی روانشناختی ایران و ایرانی داشتن، که این رژیم در درجه اول وابسته باشه، درجه دوم به مردم جوری نشون بده که ما وابسته نیستیم. در اختیارش قرار دادن اسلحه و مهماتی رو که این اسلحه و مهمات وقتی که درشو باز کردن دیدن توش پر فوش خواهر مادره، گفتن آقا هر کدوم از این فوش ها رو که دوست دارید میتونید نثار ما بکنید، هیچ اشکالی نداره، اینا مصرف داخلی داره، برای زدن مخ ایرانیان که این گونه وانمود بشه که شما از ما متنفرید، پرچم براتون میفرسیم تا صبح زیر پاتون لگد بکنید، آتیشش بزنید، حتی میتونید سفارت ما رو هم بگیرید. اما کارهایی رو که ما میخوایم باید بکنید. نفت 4 دلار و 5 دلار، فروش نفت 4 5 دلار در وسط خلیج فارس، ایستادگی جلوی قوای توده‌ایه ها، کیانوری ها و چپی ها در اون زمان، و جلوگیری از روند گسترش افکار چپ و ایدئولوژی چپ علیه روس ها و شوروی اون زمان، یعنی مذهب سد بشه علیه جریانات سیاسی که این کارم انجام دادن، و بعد شکستن اتوریته فرماندهان در سطح کل ارتش، ارتشی رو که زحمت‌های فراوان براش کشیده شده بود، 540 هزار نیرو در ارتش، آوردن اون به تقلیل چیزی حدود 120 هزار نفر در کمتر از یک سال، یعنی از سال 1979 تا اوایل سال 80 ارتش ما از 540 هزار نفر به 120 هزار نفر تغییر یافت، و کشتن بسیاری از فرماندهان با ارزش ارتش ایران و تکه پاره کردن دارایی های ایران به قسمت های متفاوت، پرداخت نکردن بقیه وام هایی رو که از ایران گرفته شده بود، پرداخت نکردن ساختمان ها، وسایل، نقدینه هایی که ایران و ایرانی در خارج از کشور داشت، بستن در واقع هواپیمایی پنم که یکی از بزرگترین سرمایه گذارانش ایران و ایرانی بود که هنوز متعلق به ایرانی ایرانی است، که اون رو بزنن زمین، بزرگترین شرکت هواپیمایی در جهان بود، و به طور کلی مسدود کردن حساب های ایران و ایرانی، و بعد واریز این حساب ها وقتی مسدود میشه یعنی به بانک های خارجی. در رابطه با جنگ ایران و عراق خدمتتون عرض بکنم که خواستن سرمایه ایران و ایرانی رو از بین ببرن، من اینو خدمتتون عرض بکنم. ایاتون باشه در رابطه با مرحله جنگ من چند تا چیز خدمتتون عرض کردم، در از چند زاویه متفاوت جنگ ایران و عراق رو مورد بررسی براتون قرار دادم، که یکی سرمایه های بسیار زیاد ایرانیان بود، شکوفایی اقتصاد ایران بود در اون سالها، که بعد اون وضعیت رو در توطئه جهانی به وجود آوردن و و و و سه چهار چیز مختلف بود. یکی از ابعادی که خدمتون عرض کردم گروگانگیری بود. ابعاد مسئله گروگانگیری برای دولت و مردم آمریکا و صدمات روانی که به آنها وارد اومده بود، آماده ی هر نوع حرکتی بودند که دولت آمریکا انجام بده، و این حرکت بیش از آن بود که جمهوری اسلامی تصورش رو میکرد. عکس العمل دولت آمریکا برای جبران این وضعیت روانی و همچنین با مسئله موقعیت دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای 4 سال بعد با هم در ارتباط بود. یعنی اگر دولت آمریکا و کارتر موفق به آزادی گروگان ها نمیشد، قاعدتا نمیتونست دور بعدی رو به پیروزی برسه. شورای امنیت آمریکا در اون زمان آقای برژنسکی
یکی از تئوریسین های بزرگ مسائل بین المللی تری رو مطرح میکنه. این در خاطرات اون اومده در آمریکا به چاپ رسیده در سال 1984. در اونجا این حرکتی که تصمیم گرفتن برای سرنگونی رژیم عراق در یک عملیات گسترده نظامی علیه ایران پیش رفت و دست به کار شد. اوایل دسامبر 1979 برژنسکی مشاور امنیت آمریکا، مأمور طرح عملیاتی نظامی علیه رژیم جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی میشه. در روز 22 دسامبر، خوب گوش بدید، در روز 22 دسامبر سال 1979 چندمین گزارش از طرف برژنسکی به دفتر ریاست کاخ سفید یعنی کارتر داده میشه. ایران چهارمین تولید کننده بزرگ نفت در جهان است در میان کشورهای عضو سازمان اوپک، مقام دوم را داره و حدوداً 5% عرضه جهانی نفت رو در اختیار داره، اما برای 40% مصرف داخلی بنزین خود وابسته به واردات است. بخش اعظم این واردات از طریق 5 کمپانی اروپایی و 1 کمپانی هندی تامین می شود. متوسط مصرف روزانه بنزین در ایران در حال حاضر 67 میلیون لیتر است و در همین حال میزان تولید پالایشگاه های داخلی 44 تا 45 میلیون لیتر اعلام شده است. به این ترتیب ایران باید روزانه بیش از 20 میلیون لیتر بنزین وارد کنه. اما این در حالی است که چندی پیش این آقای حاله نور محمود احمدی نژاد با قاطعیت اعلام کرده بود که ایران میتونه در عرض یک هفته با تغییراتی که در خط تولید خود به وجود میاره تمام بنزین مورد نیاز خودش رو تامین بکنه. این وضعیت که من میبینم ایران رو میخوان برسونن به نقطه ضعف، چه مردم چه حکومتگر چه حکومت شونده در دو قسمت جناح حکومت، از همه طرف معاصره قرار میدن ایران و ایرانی رو و بعد کسانی رو که حکومتگر هستن اشغال کردن کشور ما رو، که این اشغالگران با نام حکومت اسلامی بیان معامله بکنن با کشورهای دیگه که چه چیزهایی رو دیگری رو ما به شما از شما میگیریم که 30 سال دیگه اجازه بدیم شما در این مملکت زندگی بکنی. این عین معامله است، این عین واقعیت. من و تو ایرانی کجا قرار گرفتیم؟ کجاست رگ غیرت مردمان ایران؟ حتی کجاست اون جمعیتی که در خیابان‌های همین آمریکا با نام فدراسیون و کنفدراسیون و اقلیت و ایکس و ایگرگ در کنار هم ایستادن و ایستادگی کردن برای یک هدف مقدس و کیو انتخاب کردن مقابل این همه پیغمبر جرجیس خمینی؟ آیا من ایرانی که در بدترین شرایط زندگی به بهترین وجه زندگی کردم و ایران را بیشتر از خودم دوست دارم، لیاقت برگشت به کشور و راهبری این داستانها رو ندارم که شماها به خمینی تکیه دادید؟